دوستان عزیزم سلام، توی این پست میخوام همه اصطلاحاتی که دماغ توش یه نقشی بازی میکنه رو براتون یه جا جمع کنم تا جایی که یادم میاد. اولیش هست همونطور که قبلا داشتیم یماندم اتفاز از در نازتیه، یه چیزی رو از دماغ کسی بیرون کشیدن. مثلا من به دوستم میگم ویزو موسیش دی الس از در نازتیه، چرا همه چیز رو بعد از زیر زبونت بکشم؟ خب مثل آدم تعریف کن دیگه. Also, jemandem etwas aus der Nase ziehen. Ich muss meiner Freundin alles aus der Nase ziehen. Dovomish has jemandem etwas unter die Nase reiben. چیزی رو زیر دماغ کسی کشیدن معنیش اینه که مثلا کسی رو به خاطر چیزی که در موردش میدونیم سرزنش کردن یا اینکه منت سر کسی گذاشتن. مثلا ich möchte ihn nicht um Hilfe bitten, weil ich weiß, dass es mir ewig unter die Nase reiben wird. من ازش کمک نمیخوام برای اینکه میدونم همیشه اینو دیگه زیر دماغ من خواهد کشید. همیشه اینو تو سر من خواهد زد. Jemandem vor der Nase wegfahren. Also, der Bus ist mir vor der Nase weggefahren. یعنی رسیده بودم بهش ولی دیگه نرسیدم سوارش بشم، رد شد و رفت. Der Bus ist mir vor der Nase weggefahren. Jemandem etwas wegschnappen. یعنی اینکه از جلوی کسی قاپیدن میلیمتری. مثلا Ich wollte mir die Brille nehmen, aber eine Frau hat sie mir vor der Nase weggeschnappt. میخواستم عینکه رو بردارم ولی یه زن همون لحظه اومد قاپیدش. Die Nase voll haben. دماغ رو پر داشتن مثل همونیه که ما میگیم جونم به لبم رسیده. یعنی اینکه میگن به اینجام رسیده. Ich habe die Nase voll von dieser Situation. جونم به لبم رسیده از این وضعیت. Die Nase vorn haben. دماغ رو جلو داشتن یعنی که یه قدم یه پله از یه کسی از بقیه بالاتر بودن. معمولا میشنوید مثلا توی رایگیری ها مثلا میپرسن که ویشا کاندیدات هات دی نازه فورن، یعنی که کدوم یه ذره جلوتره. زیش این گلدنه نازه فدینن. وقتی گفته میشه که یه کسی مثلا کاروبارش خیلی خوب میگذره، مثلا زی هات زیش میت ایرم گشفت این گلدنه نازه فدیند، یعنی که سودش بیشتر از اون سرمایه‌ای بوده که توی اون کار گذاشته که کارش خیلی خوب گرفته. زی هات زیش این گلدنه نازه فدیند. یمندن ان در نازه هروم فیورن. یمندن ان در نازه هروم فیورن یعنی کسی رو یعنی مثل اینه که یه چیزی به دماغ کسی گرفته باشین و بکشینش این ور اون ور. یمندن ان در نازه هروم فیورن یعنی این که سر کسی رو کلاه بذاری، یعنی یه کاری کنی که همه چیز اونجوری بشه که تو میخوای، با کلک، با دروغ، با حقه، با خوشزبونی. ولی jemanden an der Nase herumführen معنی اینو میده که یه کاری کنی که اون طرف کاری انجام بده که تو میخوای. jemandem auf der Nase herumtanzen. روی دماغ کسی رقصیدن یعنی اینکه رو سر کسی سوار بودن. مثلا meine Kinder tanzen mir auf der Nase herum، یعنی که بچه‌هام بچه‌هام رو سرم سوارن، یعنی هر کاری که میخوان میکنن. این اصطلاحاتی بود با دماغ که به نظرم اومد و اگر خوشتون اومد خوشحال میشم که برام کامنت بذارید.